راستی والا نماشه مراشق غیلت یعقوب. ایام ما ایلول که ما در ایام ایلول قرار داریم، ایام تشوبا سلیخا به کفارا، ایام تشوبا و بخشش و کفاره هستش و گناه ها به صورت کلی به دسته های مختلف تقسیم میشه و کفاراش هم متفاوته. خخامیم در مسخت یوما در گمارای یوما برگ 86 خخامیم میان گناه رو به 4 دسته تقسیم میکنن و هر کدوم از این دسته ها تشوباش متفاوته. 4 دسته وجود داره به خاطر گناه مختلف، هر کدوم از اونا یه تیغون دیگه ای داره، یه اصلاح دیگه ای داره برای که گناه پاک بشه و ترتیب اینا به گفتار خخامیم میتخلق لربا خلاقیم، این به 4 دسته تقسیم میشه و از گناه سبکتر به گناه سنگینتر میریم. گناهی که درجه اوله یعنی از همه سبکتر هستش، گناهی هستش که دستورات امره و دستورات امری که انسان از اونا گذشته. مثلا چی؟ مثلا فرض کنیم که یه نفر شب شعبات مثلا قیدوش نگفته، یا مثلا شمع اسرائیل نخونده، یا نوارخ نگفته. اینا چیزایی که دستورای امره. دستورای امر اگه آدم انجام نده و تشوبا کنه و قلبن پشیمون بشه، گناهش سریع بخشیده میشه. این درجه پایین ترین گناهانه و اصطلاحاً بهش میگن شب ولتعسه، یعنی آدم با نشستن و کاری نکردن این گناه رو انجام میده. دست به سینه نشسته، نوارخ نخونده، یعنی کاری مستقیم انجام نداده که مثل دستورات نهی نیست. دستورات امر پایی که نشسته و کاری انجام نده. اینو گناه همین که آدم تشوبه بکنه گناهش بخشیده میشه و مبطل مثبت عصه هستش. اگه پشیمون بشه به خاطر خطاش، اقرار بکنه به خاطر خطاش، قبول کنه یه پذیرشی که دیگه خطا رو انجام نده، فوراً بخشیده میشه، انگار که نبوده. همونطور که میگه شو بانیم شوابیم، برگردید من گناهاتون رو میبخشم. البته خخامی میگن کسی که دفعات زیاد همین گناهی سبکم، گناهی که سبکه دفعات زیاد انجام میده، این نقص زیادی وارد میکنه. به هر حال دسته بعدی از دستورات امر میره دستورات نهی، درجه بعدی داره و اینا سخت‌تره. دستورات نهی اونایی که تورا گفته انجام نده، اونا سخت‌تره. تورا گفته نکن، یکی مستقیم بلند میشه انجام میده. مثلا فرض کنیم یه نفر یه میوه‌ای که باید بررسی کنه از طلایم، از حشرات، این میره استفاده میکنه بدون که بررسی بکنه داخلش حشره بوده. یا نهی های دیگه، مثلا گفته لو تشخیط پد زغانه خواه، یعنی ریشت با تیغ نزن، میره مستقیم انجام میده. لو تقیف و پد رشخم، گوشای سرتون خیلی کوتاه نکنید، اینا میره انجام میده. دستورات نهی که تورا جریمه ای نداده در موردش، دستور نهیه. این یه مرحله سخت‌تر هستش. اگه آدم تشوبه بکنه و پشیمون بشه معلق میمونه تا روز کیپور. یه پله سخت‌تره، بعد روز کیپور هم بیاد. روز کیپوره که گناهش کامل بخشیده میشه. همطور که پاسون میگه بیام ازه یه خپر علیخم، تا این روز از همه خطا شما رو کفاره میکنم، میکل خطوتخ مثلا خطاهاتون جلوی هشم کفاره میشید. و میبینیم که اصل روز کیپور چقدر برای ما مهمه. خود اصل روز کیپور، اصلا خوش به حال آدمی که به روز کیپور برسه. خود رسیدن به روز کیپور خودش یه نعمت خیلی بزرگه، یه توفیقه، یه لیاقت میخواد کسی که به روز کیپور، فقط به روز کیپور برسه، چون خود ماهیت روز کیپور ماهیت بخشش داره. ریبی اودا اناسی میگه حتی اگه کسی تشوبه هم نکنه، خود ماهیت روز کیپور گناه رو میبخشه. ولی هلاخای طوری نیست، هلاخاییه که باید تشوبه هم همراهش باشه. این مرحله دوم گناهان نهیه که باید روز کیپور هم بیاد. یه مرحله سخت‌تر میشه، گناهی هستش که نهیه ولی تورا جریمه هم داده. مثلا فرض کنیم خیلول شبات دستور نهیه، لو تعس ملاخا، کاری انجام نده، و تورا جریمه هم داده، جریمه سقیلا یا کارت شدن، منقطع شدن، یا کسی که تعرض میشباخه انجام نده. اینا یه پله سخت‌تره. تشوبه که کنه روز کیپور هم که بگذره یه سوریم هم لازم داره، بعد تشوبه بکنه، بعدش روز کیپور هم که گذشت یه سری یه سوریم هم که میاد، وفاقتی به شبت پیشام و وینگاییم ابونام، با گناهان با یه سوریما هشم گناه رو میبخشه. این مرحله سومه. از همه گناه بدتر خیرول هشم هستش. خیرول هشم گناهیه که کسی باعث خاری دات بشه، باعث خاری دین بشه، باعث خاری تورا بشه، توسط خاری و
دشمنی باعث دشمنی تورا بشه، خاص به شالوم کسایی که دور هستن تورا منزجر بشن، یا مثلا این کسی که یه آدمی به نظر میاد که آدم درستکاریه ولی رفتاری بکنه که رفتار صحیح نباشه، باعث بشه آدما بگن اگه دینی جوریه، اگه تورا جوریه ما انجام ندیم. این گناه خیلی سختریه که تشوبا، روز کیپور، ایسوریما کفارش نمیکنه. یه مرحله بالاتره خیلولشم، مرحله هستش که باید علاوه بر همه اینا، یعنی علاوه بر این که تشوبا کنه، روز کیپور بگذره، ایسوریما بیاتش، لازمه که مرگم، زمان مرگم برسه، چون که زمان مرگ، روز مرگ خودش کفاره کننده گناه ونیگلا بوزنه هشتم سواهوت این یه خوپر هاوان از لاخم ات تموتون. پس تو میگه ای گناه بخشیده بشه تا ای که فوت کنید، یعنی روز مرگ خودش کفاره میاره، ولی تا روز کیپور این گناه خیلول هشتم بخشیده نمیشه، اگر حتی تشوبا کنه، حتی اگر کیپور بیاد و یسورین بیاد. در حد امکان داره آدم راهلای خخامی میدن، مثلا اگه تالا خیروشه میکرده حالا قیدوش هشم بکنه، یه کاری بکنه که نام هشم مقدس بشه و هشم رو در نظر مردم محبوب کنه، تورای هشم رو در نظر مردم محبوب کنه. یه سری راهلا به این صورت وجود داره که میتونه خیروشه برای خیروشه هم کارساز باشه. سعی کنه آدم یه کاری بکنه که همه هشم رو، تورای هشم رو دوست داشته باشن، کاری بکنه که تورا دوست داشتنی بشه و این باعث میشه که با قیدوش هشمی که انجام میده کفاره برای خیلول هشمش هم باشه. ببین خنیا و نقشو.